صورت یه بار دیگه میگم امروز در سایه 28 از درس صورت کویز بچه ها اینه که یه موجودی داریم که سه تا ورودی اینه یک اینه دو اینه سه و ورودی کلاک و ریست رو داره خب و یه خروجی آوت هم داره بعدم این استیت ماشینه اون موجود است حالا میخوام کد ورلاگش رو بنویسم توی حلایی که شما دادید اکثرا حلاتون درست بود و هر کسی که در واقع حدودن اون این ساختار رو پیاده کرد باشه کل نمره رو من بهش میدم مثلا آقای دار مثلا میشه 15 چون نصفش رو نوشته بقیهش رو حالش نداشت بنویسه بعد مثلا فرض کنین که مثلا فرض کنین این میشه این مثلا 20 میشه خانم مرد پس یه سری دیفاین می نویسم برای هر کدوم از استیت ها یه در واقع عدد در نظر می گیرم صرفا برای این که کدم خوشگل بشه این کار رو می کنم نه تو کل کدوم این لاگت اگه استیت ها با صفر یک صفر دو صفر سه هم مشخص کرده باشی کاملا اوکی با پارامتر هم میشه مثل کاری که HTML دیزاینر کرده بود ولی به نظر شما پارامتر بهتر اینجا استفاده کنیم یا دیفاین حالا رسیدیم به جلسه فلش دیفاین چرا؟ آفرین احسن قرار نیست تغییر کنه این مقداری نیست که وقتی من موجود رو از بالا صدا میزنم بخوام تغییرش بدم این همینه خب برای این HTML دیزاینر چیز کرده اومده پارامتر تعریف کرده که به نظر من خیلی کار جالب نکرد خب دو بیت یک صفر این تیک اول کدوم حالا اون نمیدونم موجود اینپوت آوتپوت نمیدونم اون چند یادم ولش کنید دیگه حالا میریم سراغ کد ورلاگ برای اینکه کد ورلاگ بنویسم میام یه کاری میکنم میام یه رجیستر میگیرم اسمش میذارم استیت بعد این رجیستر همیشه استیتی که الان توشیمو در واقع تو خودش داره خب بعد بچه ها یه وایر تعریف میکنم اسمش میذارم نکست استیت و این وایر همیشه داره مشخص کنه استیت بعدی قراره چی باشه خب و عملا کل کد همون نکست استیته که حال به 1009 میشه پیادش کرد مثلا همین کد که شما نوشتید با یه آلویز کلش رو میشه پیاده کرد میشه یه اساین نوشت میشه یه آلویز نوشت میشه چند تا آلویز نوشت مثل اون کاری که HTML دیزاینر کرده پس من برای این یه وایر تعریف میکنیم بعد اسمش بذاریم نکست استیت وایرمون هم دو بیتیه پس یک تا صفر مثلا فرض کنید نکست استیت من همین نیستم NS فلان اینجا زبودید بنویسم NS دیگه بیخور کد زیادی ننویسیم حالا اساین نمیدونم این دیگه ترسم جاش نشم اینجا بنویسیم خب بچه یه وایر تعریف کردم نکست استیت یه رجیستر هم تعریف بکنم به اسم کارنت استیت این همون رجیستر است که استیت الان رو توش ذخیره میکنم اجازه بدید اسمش بذارید اس نمیخوام کدام میخوام کلاسی خلاصه خب پس اساین در واقع نکست استیت مساوی اگر که اس برابر است با آیدل و چی؟ اگه من الان تو آیدل هم و اینه یک برابر نیست اگه اینطوره
نیکس استیت S1 درسته؟ اگر این طور است نیکس استیت کیه؟ S1 در غیر این اگر که استیت هم الان هست آیده اون وقت استیت بعدی چیه؟ آیده ایم خلاص شد استیت آیدل خلاص شد حالا اگه استیتمون S یکه و اینه دو برقرار استیت بعدی S دو اگه اینه سه برقرار استیت بعدی S سه هست اینم می نویسم اگر استیت الانمون هست S یک و اینه دو برقرار استیت بعدی چیه؟ S2 اگه نه این S3 برقرار استیت بعدی چیه؟ S3 اگه نه اگر که ما تو استیت S1 این هیچ کنون اون شرط های بالا هم برقرار نیست استیت بعدیمون آیده زن اگه نه بعد این استیت هم خلاص شد میرم سراغ استیت استو درسته تا الانش خب حال بذار این ها ساینه رو بنویسیم حالا اگر اسم حالا شاید دیگه بی خودی باشی برای اشمه اس دوه اینه یک برنر هیچ همینه یک داره اگر اس دیتمون اس دوه و این یک کجا میریم این به آیده خیلی بقیهشو می نویسید دقیقا به همین روش بقیهشو می نویسید و الان نیست استیت بقیهش هم بنویسید نیکس استیت هم میشه در واقع وایری که داره هر لحظه استیت بعدی هم مشخص کنه حالا یه always می نویسم توی اون always next state رو می ریزم توی state با هر لبه بالا رونده next state رو می ریزم توی state بعد یه always دیگه هم می نویسم یا توی همون always بعد حسب این که مقدار current stateمون چیه و مقدار ورودی ها چیه مقدار out رو هم مشخص می کنم خب پس یه always هم برای این شکلی پس اینو من خاکش میکنم کیس رو چی؟ کیس بیر استیت استیت هم توی که طریقه دو بیتی باشه روش کیس بزن چهار تا حالت بشن تو هر کنون موضوعیت چه حالا نمیده مثلا 20 دقیقه باید به این جلو تا داخل استیت چه فرم؟ همون اونم همینه
انجام سریه داخل کیس ها شکسته میشه ایف کدی دارم به اسم کیس که میاد چهار تا تیکه میکنم. خب بعد بقیه ایف هایی که اون زیر هست زیر هر کنون از این ایف هاست ولی الان از اول بهش شروع کنه تا برسه به اونجا که هست از آیده شروع میکنه تا بره اونجا از آنجا سه همه کدی خب بعد اینجا که احتیاج به کلاک نداریم سریع تر یعنی به بحث تحقیق نمیدونم بلا بسید باید بنویسیم ببینیم بعید میدونم فرق کنم هیچ عین همه سینتیسایزر ببخشید فرق نیست نگاه میکنه به این چیزی که تو نوشتی خب و به این سینتیسایزر اینا میفهمه که این آیدله اینم آیدله خب یعنی وقتی این عبارت رو سینتیسایزر آنالیز میکنه میبینه این اس یک شرط اولش اینم اس یک همون حالت شکسته ای که شما میگید پارالل که شما میگید تو کیس به وجود میاد دقیقاً همون اینجام به وجود میاد هیچ فرق نمی کنه یعنی به واسه اینکه سینسایزر میبینه این آیدله اینم آیدله در واقع لاجیک مربوط به اولوییت کردن اینو پیاده میکنه بعد تو لول بعدی میاد این لاجیک رو پیاده میکنه خب دقیقا این همون کیس هست هیچ فرق نمی کنه بعد نه نه من دارم تی که کدو میشی و این یه چیزی هست یه نکته ای هست اونم اینه که این اصلا این رو با آلویز میتونستیم بنویسیم این همون روشه که در واقع داشتیم میگفتیم که با آلویز میتونیم مدار کامبینیشن رو پیاده کنیم خب دقیقا این همون این اصلا این رو من میتونم با آلویز بنویسیم یعنی مثلا آلویز ات این سیگناله که این تو هست خب و بعد بیام دارم این نیست استیت هم رجیستر تعریف کنم ولی عملا دارم یه مدار ترکیبی رو پیاده میکنم خب دارم این کاری که HDL دیزاینر کرده بود اگه کد HDL دیزاینر رو دقت کرده باشی سه تا always اصلا اسان توش نیست ولی من اومدم با اسان نوشتم برای اینکه بنظرم بیاد خوشگل تر خب اگه نه هیچ فرقی نمیکنه میتونستم باز بزنم بازم مدارش ترکیبیه هیچ فرقی نمیکنه بازم مدار ترکیبی ترتیبی میشه توی بوده که آزوه رو شرط ها یه نباده میکنیم مثلا شرط ها چکن میکنیم مثلا استیت همون اس یکه یا نه بعد مثلا اگه اس یک بود تو خود همون کار به استیت ها مثلا من اس بوشون یعنی چی؟ مثلا آلوه ایف مثلا اس یک مصابی با استیت مثلا مصابی اس یک استیک مصابی با اس یک بعد مثلا اون پایینه استیک مصابی با اس دوش کن آره درسته همین کار که همه تو کرد نه هم ببین اساینه رو داریم میبری تو آلویز اینطوری یعنی شرط ها هم داری تو خود آلویز چک رو کنیم دقیقا درست همین که همین که چیز نمیشون نه وایر رو نمیخوایم ولی من باز اینو بیشتر میپسندم چون تو تا بتونی تیکه کنی کارتو بهتره تا بتونی تیکه تیکش کنی بهتر خوشگل تر میشه بعد غلطی ها بیش آسون تر میشه خب من سعی کنم اون تیکه از تو آلوید بکشم بیرون یا هم یه هست آینه جدا گونش کنم خب اون ایفا رو و خب سوال شما چیه؟ یه همچین برنامه در اون تمام کرده کنیم آره آوتو تو آلویز مقدار میدیم آره یه همچین برنامه ای برای آوت هم باید پیاده کنیم آره طبیعتاً آوت یه مقدار ایف و اینا روش هست آره هست با اساین دارد؟ نه با اساین نمی کنم باز ببین من نمیدونم ممکنه با اساین هم میشه یعنی یه رجیستر مثلا در نظر بگیری و بعد مقدار اون رو با اساین بریزی تو آوت یه چیز این شکل با اون با اساین من نمی کنم خب بقیه کد رو بایستی بنویسیم
آلویز هم رو بیت کنید. دو تا اتفاق توی ریست میومید، یکی اینکه اسم میشه آیدل، یه اتفاق، دومی اتفاق هم اینکه آوت میشه استرینگ. توی در واقع حالا تو آلویزمون یه کار ساده انجام میدیم، نیکس استیت ها همیشه میشیدیم توی استیت، پس استیت میشه نیکس استیت، نیکس استیت خلاص شد. این اون رجیستره، او رجیستر دوکتی اسمشو استیت گذاشته بودم دیگه تو کدم، این هم نیکس استیت، همین با اساینه بهش مقدار دادی نیکس استیت میشه دست. حالا بچه آوت رو میخواییم مشخص کنیم، برای آوت هم شما میتونید ایف بنویسید مثلا. پس من حالا مینویسم case s، توی خب حالا من یادم نمیاد کیس رو نقطه داشت نداشت یادم نمیاد، من یادم نمیاد دیگه ها؟ مهم نیه آقا، بزنی نزنی نورش کن. خب حالا چیز میکنیم مینویسیم، مثلا میگیم که اگه آیدله نداشت بکنم، خب اگه که استیت همون آیدله، حالا بیام اینجا استیت هم آیدله، از من تو استیت آیدل هم خب اگه که این یک کنه قرار باشه آتون باید یک بشه، اگر من آتو از دو باشه، منتها کیس رو باید رو نیکس استیت بنویسم رو رسیم طوره نیست. ببینید اشکال نداره، هرچی که کلتون قشنگ‌تر باشه طور نیست ریداندانسی داشته باشه، یه چیز تکراری داشته باشه. اگه که الان با این در بارنده ما توی مثلا فرض کنید استیت آیدل هستیم، اگه با این در بارنده توی استیت آیدل هستیم، خب یه اتفاق که قرار بیفته اینه که حالا با همین لبه بارنده قرار استیت عوض بشه، خب با این لبه بارنده که قرار استیت عوض بشه یه اتفاقایی هم روی آوت میفته. چه اتفاقایی میفته؟ اگه اینه یک برقرار باشه، آوت باید یک بشه، اگه نه آوت باید دو بشه. اگه که توی اس یک هست دوبار قراره آوت تغییر نمیده.
سبر قرار آلت باید بشه چهار و در این صورت آلت باید بشه پنج. بعد برای S2 و برای S3 دقیقا همینطور می نویسیم خود ویلاگش رو و بعد هم end case رو می نویسیم و بعد این begin رو می نویسیم و بعد مجولمون خلاص. کیو اوکی آخرش یه رجیستر میخوای که اینو نگه داره، یعنی شاید مجبور شی یه رجیستر دیگه ای تعریف کنی و با اسامی اونجا از اون ببین ما یه جور استوریج میخواییم یه مقدار اینو نگه داریم، حالا هر جوری یه جوری باید مقدار اینو نگه داریم. هم اصلا که اول داشتیم یه مقدار اینو نگه داریم همون رو در مقدار بود استدی وردی بشمسیم یه جوری نگه داریم. حالا همه اینا فهمیدن؟ حالا دیگه میتونید با یه always بنویسین، میتونید تیکش کنین هر چی که کارتون بچه ها خوانا‌تر باشه و قابل فهم در باشه بهتره و امیدوارم که موفق باشه. نه همونطور که سر امتحان بلد نوشته بودی یه متقرر تو تا اتحال بزنمش حتی اگر شرط طوری باشه که مطمئن باشه هیچ وقت این دو تا عبارت ما هم رخ نمیده. بله بله میشه، بله میشه. خب بچه ها این چیزی که الان بهتون میدم تکلیف اختیاری سری سومتونه و در واقع یک نمونه است از سوالایی که سر امتحان پایان ترم میاد. Thank you.
یه شنبه ببخشید براتون نه برا خودم میام یه شنبه مثلا فرض کنید که بعضیش سخته باید مثلا سوال سر دیگه خودشه دیگه میاد من انتظار دارم یه مقداری پیکو بلید بلد باشه یعنی یه مقداری بتونید کد اسم بدی پیکو بلید بنویسید مثلا سوال 4 مصطفی جوابش قرار شد ها؟ جوابش قرار شد یه شنبه بگیم جوابش رو بذاری میخواد بذاری چی سوال یکی خب مثلا سوال 6 میام سوال دو مثلا سوال سختیه میام نمیام ولش کن سوال 8 دقیقه میام سوال 11 سخته نه هیچ وقت سوالت چی؟ میدم یه نقطه ای شما یه بچه یه پروژه لیسانس جالب یه سافر توسعه بدید یه سافر بنویسید بعضا من کار جالبیه به درد نمیخوره واقعا نمیشه مثلا ریلیزش کرد توی مثلا اوپن کورس یا یه جایی ریلیزش کنیم ملت ازش استفاده کنم یه اینترفیس گرافیکی که این هست ولی کاملا فریش نیست یا من سراغ ندارم چه استیج ماشین رو توش بکشین ترانزیشن ها و اینا رو بکشین کاندیشن ها و در واقع اکشن استیج رو بکشین و خودش کل بر لاگو تولید کنه یک
یک در واقع پروژه لیسانس جا داره میشه به در واقع به در دل خب بعد یه موضوع تحقیق دیگه استفاده های نانو تکنولوژی توی ساخت FPGA هست. اگه دلتون خواست رو این موضوع هم میتونید تحقیق کنید در همون دو نمره تحقیقی که قرار انجام بدید، چون که استفاده های نانو تکنولوژی توی FPGA، خب یعنی نگاه کنید استفاده های نانو الکترونیکس توی FPGA. من مثلا تمام کارامو تا حالا با سیلیکون انجام میدادم، خب حالا اسکیل هم مثلا فرض کنید که در واقع محدود میشد به عرض فتی که مثلا اونجا تو سیلیکون میتونستیم پیاده کنیم، نمیدونم حالا فعلا مینیمم عرضی که بهش رسیدن مثلا 20 نانومتره، ولی یکم تر نمیتونن اینو بکننش، یعنی خیلی همه چی به مرز رسیده و بنابراین حالا اینا شروع کردن حرکت کردن رفتن به سمت اینکه روی چیپ بتونن مثلا نانو وایر پیاده کنن یا مثلا سویچ های مولکولی داشته باشن، عوض اینکه یه فلیپ‌فلاپ دی داشته باشیم با چه می‌دونم اون ترکیب چند تا فت بیایم یه فلیپ‌فلاپ دی بسازیم، میایم و در واقع از یک مولکول استفاده می‌کنیم به عنوان در واقع استوریج. خب این کار رو داره انجام میشه. حالا اگر که دوست داشتید میتونید مطالعه کنید در مورد در واقع تکنیک‌هایی که توی نانو الکترونیکس الان مطرح هست و فعال هست و روش هایی که الان داره استفاده میشه برای اینکه گیت های منطقی و استوریج رو با استفاده از در واقع نانو الکترونیک ما پیاده کنیم، خب با استفاده از تکنیک های نانو الکترونیک که خیلی با تکنیک های پیاده کردن روی سیلیکون معمولی فرق میکنه. خب اینم اگه دوست داشتید میتونید مطالعه کنید و در موردش. خب و اما ادامه قصه جلسه گذشته رو میخوام براتون بگم. بله خب بچه ما رسیدیم به یک چنین دیزاینی این دو بخش ما کامل طراحی کردیم، یه دونه استیت ماشین بود، خب یه دونه استیت ماشین بود که طراحی کردیم، بعد یه دونه هم فیفو طراحی کردم، خب و تیکه رایت فیفو رو در واقع کامل طراحی کردیم. یعنی الان این موجودی که اینجا داریم دیتا رو میگیره از بیرون، دیتا رو میگیره و میاره و رایت میکنه به فیفو و سیگنال فیفو فول هم چک میکنه و حواسش هست که در واقع فیفو پر نشده باشه و اینا اون حرفایی که زدیم. حالا امروز میخوام چیکار کنم؟ امروز میخوام این تیکه رو کامل کنم، این تیکه، تیکه خوندن از فیفو. یادتون میاد قرار بود اپلیکیشن ما چیکار کنه؟ قرار بود اپلیکیشن ما داده هایی که دریافت میکنه رو روی پورت UART ارسال کنه به کامپیوتر، درسته؟ پس از توی کور در واقع UART Xilinx تمام اون کدایی که مال UART ایمپورت میکنم توی پروژه. خب پس میام توی حالا اینجا توی Design Manager میام توی File، میام توی Add Existing File و میام توی Directory که در واقع کنترلر UART اونجا دارم، HDL Downloads CPSM و بعد میام توی Verilog و هیچی توش نیست تو Verilog. چرا هیچی توش نیست؟ یه لحظه بچه ها اجازه بدید ببینم. جالبه، حالا
کاملا پیش بینی نشده بود این اضافهش میکنم برای یه یو آرت کاس و یو آرت رو داشتم اضافه میکنم و مجله یو آرت تیمز و یو آرت آریس رو هم اضافه میکنم. اوکی رو میزنم. این اضافه میشه به پروژه. خب برمیگردم. گوش کنیم برمیگردم به بلاک دیاگرام پروژه هم. این در واقع این مجله تاپی که طراحی کردم رو باز میکنم. خب این اون فیفو هست. فیفو هست که طراحی کردیم و کدشون نوشتیم توی دو جلسه قبل، نه موجوله که جلسه قبل طراحی کردیم. و الان من میخوام یه موجول جدید اضافه کنم که موجولیه که دیتا رو از من میگیره و روی یو آرت میفرسته به کامپیوتر. همینطور که در موردش قبلا صحبت کردیم، یه موجوله که آماده نوشته شده و ما خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. پس من یه موجول یو آرت تیکس رو که الان در واقع ایمپورت کردم داخل پروژه میگیرم و اضافه میکنم اینجا. حالا باید این داده ها از این فیفو خونده بشه، ریخته بشه توی URTX. خب یه سری مشکل داریم این وسط که باید حل بشه. اولیش اینه که خروجی فیفومون بچه ها چند بیته؟ 16 بیته، در حالی که موجود URTX 8 بیته. پس من باید در واقع یه مالتیپل اکسر بذارم و یه بار 8 بیته پایین رو بنویسم و یه بار 8 بیته بالا رو. پس اجازه بدید که این کار رو انجام بدیم. موجوله URTX رو یه مقدار میذارم دورتر اینجا، بعد میارمش بالا، یه کمی بزرگش میکنم، میارمش بزرگش میکنم و حالا یه مالتیپل اکسر اضافه میکنم به طرحم. توی HDL دیزاینر شما میتونید توی خود این بلوک دیاگرامی که دارید میکشید، توی خود این بلوک دیاگرام هم کد وریلاگ بنویسید. این بلوک دیاگرام یه کد وریلاگ خودش دیگه، درسته؟ تبدیل میشه بعد به یه کد وریلاگ، درسته؟ حالا اگه که توی اون کد وریلاگ فقط این موجولا به هم وصل شدن، موجولا این سنشیت شدن و به هم وصل شدن، حالا شما اگه اونجا هم بخواید کد خودتون اضافه کنید میتونید که با یه دونه امبدد بلاک میشه این کار رو کرد. این رو پس بنابراین من اضافه میکنم. بعد میام اجازه بدید که شکلش هم من شبیه یه موکس بده بکنم، شکلشون کنم شبیه مو، فقط صرفا یه شکله، چیز خاصی دیگه نیست، برای اینکه طراحیمون خوشگل بشه. خب خروجی این فیفوه میاد توی موکس، خروجی فیفو میاد توی موکس و از اینجا از موکس در میاد و میره به در واقع موجوله URTX. این 8 بیته و این یکی 16 بیته. اجازه بدید که این موکس یه سیگنال کنترلی هم داشته باشه که با اون سیگنال کنترلی ما مشخص کنیم که 8 بیت پایینی رو می‌خوایم بفرستیم بیرون یا 8 بیت بالایی رو. پس یه سیگنال هم می‌ذارم براش، اسمش رو می‌ذارم موکس کنترل. اسم این سیگنال رو بچه‌ها می‌ذارم موکس کنترل. خب این موکس کنترل، البته باید حالا یه موجول بنویسم که با اون موجول این موکس کنترل رو در واقع کنترلش کنم. خب موکس کنترل رو باید بهش مقدار بدم. اجازه بدید کد وریلاگ موکسمون رو بنویسیم. روش دبل کلیک میکنم، تکست رو انتخاب میکنم، اوکی میزنم و اینجا میتونم کد وریلاگ در واقع این موجول این موکس رو بنویسم که کد وریلاگش بسیار ساده و سرراسته. assign
چی؟ اساین دیتا نیم مستوی رو اگر موکس کنترل برقراره دیتا اینمون میشه 8 بیت بالای در واقع اون داده ای که وارد این واحدمون شده دیتا آوت 8 بیت بالای دیتا آوت پس دیتا آوت 15 تا 8. در غیر این صورت کیو بذار تو خروجی دیتا آوت 7 تا 0. این کد وریلاگ مربوط به این مالتیپلکسر که ما دیگه براش یه موجول کاملا جدا درست نکردیم، توی همین موجول این کد رو هم به اضافه کردیم. حالا من یه موجولی باید اضافه کنم که سیگنال رید انیبل فیفو رو اون موجول باید تولید کنه و در واقع سیگنال رایت بافر این واحد یوارت تی ایکس هم. هر وقت که ما میخواییم یه داده ای به واحد URTX بنویسیم که ارسال بشه به در واقع کامپیوتر، باید اون داده رو بذاریم روی خط و برای یک سیکل رایت بافر رو یک کنیم. خب حالا من یه موجولی میخوام که رید انیبل این فیفو رو، چون هر وقت هم میخوام از فیفو داده بکنم باید رید انیبل رو یک سیکل یک کنم، یه موجولی باید اضافه کنیم که هم این رید انیبل رو کنترل کنه هم این رایت بافر رو. مثلا فرض کنید اینطوری یه موجود باید بنویسم که یه سیکل رید انیبل رو یک کنه بعد دو سیکل رایت بافر رو یک کنه، چون یه بار که رید انیبل شما یک میکنید یه داده 16 بیت میخونید دیگه، تو دو سیکل باید اون داده رو بنویسید، پس دوبار باید رایت بافر یک باشه. خب بعد این موجوده که شما مینویسید دو تا چیز رو باید کنترل کنه، یکی اینکه فیفو امپتی نباشه وقتی که دارید از فیفو میخونید، یعنی از بیرون داده اومده باشه. دومین چیزی که باید کنترل کنه اینه که این موجول آماده باشه بتونه داده رو از شما بگیره. خب این موجول هم خودش بچه ها فول میشه وقتی که در واقع یه داده ای رو شما بهش مینویسید، اینم یه سیگنال فول داره. خب که این وقتی فعال میشه که شما داده رو بهش نمیشید به هنوز این داده رو ارسال نکرده، پس موجول من باید دوتا چک انجام بده، یکی باید به این بافر فول نگاه کنه مطمئن بشه که این بافر فول یک نیست، دوم این که باید به رید انیبل نگاه کنه، به امپتی نگاه کنه، به سیگنال امپتی و مطمئن بشه که سیگنال امپتی یک نیست. وقتی این دو تا شرط برقرار بود اون وقت رید انیبل حق داریم ما این موجول رو میخوایم بنویسیم. خب پس من میام یه موجول اینسرت کنم این وسط اینجا این پایین یکم کوچیکش کنم. خب این موجوله باید به چه کسایی وصل باشه؟ این موجوله باید به امپتی وصل باشه، پس از امپتی میگیرم میام به این موجولی که اینجا دارم، بعد این موجوله باید رید انیبل رو تولید کنه و این موجوله حتما کلاک و ریست میخواد، کلاک رو اضافه میکنم و ریست رو اضافه میکنم، کلاک ریست خب سیف داره سیف میکنم. حالا از این طرف این موجوله بایستی به بافر فول نگاه کنه، بافر فول و مطمئن باشه که هر دفعه که داره داده می‌نویسه هنوز بافر پر نشده، و این موجول باید سیگنال رایت بافر رو هم کنترل کنه. اجازه بدید من رایت بافر رو بیارمش پایین که کارمون راحت باشه. Right buffer. بعد بچه ها این موجوله چه کاری مهمه دیگه باید انجام بده؟ یه سیگنال مهمه دیگه هم هست که این موجوله باید درایف کنه. دقیقا سیگنال موکس کنترل هم دسته این موجول هست، پس موکس کنترل اجازه بدید که همینطوری بسته شد.
خب این کلاک و ریست پورت یوارت موجول یوارتیکس همون هم که معمولی وصلش میکنیم به کلاک و ریست وصلش میکنم به ریست و وصلش میکنم به کلاک. بعد بچه با این بافرها فول کاری ندارم. این پورت سریال آوت پورتیه که میره برای کامپیوتر. خب اینم وصلش میکنم در واقع خروجی موجول ماه. پس اینم خروجی موجول. خروجی موجول. تا این لحظه بچه موجولمون چند تا پورت داره؟ یه ولید داره، یه دیتا داره، یه سریال آوت داره و یه کلاک داره و یه ریست. 5 تا پورت داریم. خب میام سراغ طراحی این موجولی که اینجا هست. باید یه در واقع یه موجولی طراحی کنیم که این کار رو انجام بده. به نظرتون چی کار کنیم؟ خب میتونیم کد بری لاک بنویسیم براش، میتونیم هم یه سید ماشین بکشیم. خب پس من روی این دو کلیک میکنم و میگم که میخوام یه استیت دیاگرام بکشم و اوکی و نیکست و یه اسم براش استیت دیاگرام نیکست یه اسم براش انتخاب کنم. اسمش مثلا فرض کنید بزنم کنترل و فینیش. خب اینترفیس رسم استیت دیاگرام میاد. حالا استیت دیاگراممون چند تا استیت داشته باشه خوبه؟ 5 تا. چرا؟ پس چند تا؟ خب بچه بیان حالا همینطوری میکشیم بریم جلو ببینیم چی میشه. طبیعتاً یه استیت دارم که اسمش آیدله. این استیت آیدل استیتیه که اگر فیفوی که میخوام داده ها رو ازش بخونم یا اون موجول URTX که قرار داده ها رو بفرسته هر کدوم آماده نباشه، من توی این استیت دور میزنم. خب یعنی چه اون فیفا امپتی باشه چه اون یکی پر باشه من دور میزنم. پس این استیت آیدلمه. یه ترانزیشنی هم هست که از آیدل برمیگرده با خودش. خب روش دابل کلیک میکنم. شرط این ترانزیشن چیه بچه ها؟ امتی اور بافر فول بود اسم سیگنال خب توی این ترانزیشن هیچ کاری قرار نیست انجام بشه. پس تمام خروجیامون رید انیبل فیفو صفر میمونه توی این ترانزیشن. رید انیبل رو یک نمی‌کنیم. سیگنال موکس کنترل صفر میمونه و سیگنال رایت بافر هم صفر میمونه. توی این ترانزیشن بچه‌ها هیچ کاری قرار نیست انجام بشه. این اوکی می‌زنم. این در واقع یک ترانزیشن استیت دیاگراممون به دست اومد. خب حالا اگر که جفت این شرط ها برقرار باشه، یعنی اون امپتی نباشه اون هم پر نباشه، ما حق داریم یه رایت انجام بدیم. حق داریم اون داده ای که از فیفو میاد بیرون بخونیم بریزیم به واحد URTX هم. درسته؟ پس بذارید برای اولین رایت، برای اولین رایت که میخوام انجام بدم یه استیت اضافه کنم. یه استیت اضافه میکنم اینجا. مثلا فرض کنید که مثلا چه میدونم یه اسمی براش میذارم مثلا رایت یک. خب توی این ترانزیشن چه کارهایی باید انجام بشه؟ بچه ها این ترانزیشن شرط میخواد یا نه؟
خب چه کارهایی باید انجام بشه؟ توی این ترانزیشن یه داده ای الان تو خروجی فیفاه، درسته؟ پس من اون داده رو باید بنویسمش به واحد URTX. پس توی این ترانزیشن رید انیبل در واقع موکس کنترل صفره، صفره برای اینکه من هنوز میخوام 8 بیت پایینی رو بنویسم به واحد URTX و سیگنال رید انیبل فیفو صفره و سیگنال رایت بافر چنده؟ یک. تو این ترانزیشن رایت بافر رو یک میکنم، رایت بافر رو یک میکنم به چه مفهوم؟ به این مفهوم که الان میخوام یه داده ای به این واحد URTX هم بنویسم. چرا؟ برای اینکه فیفوم امپتی نیست. الان فیفوم امپتی نیست. اگه فیفوی من امپتی نیست، پس الان روی ایمپورت دیتا آوت فیفو یه داده ولید هست. خب حالا این داده ولید رو میخوام بنویسمش به موکس کنترل، میذارم صفر چون 8 بیت پایین رو میخوام بنویسم. خب و رایت بافر رو یک میکنم. این 8 بیت با لبه بعدی نوشته میشه به واحد URTX. خب بگین انتقال از اون آیده به سیت بدیه. خب اگه بافر فول یک باشه، اگه بافر پر باشه من باید همینجا دور بزنم، نه باید در مثل یک باشه. یک مثلا یک باشه نه این رنج هم نمیشه دیگه، اینجا دور میزنم اور دارم میکنم. اگه بافر پر باشه ولی فیفو خالی نباشه، فیفو خالی نیست، پس سیگنال امپتی صفره. اما بافر پره پس این یکه، اورش میشه یک، برقراره دور میزنم. اگه بافر پر باشه فیفو حالت دیگه ای، اگه که فیفو خالیه ولی بافر در واقع پر نیست، بازم که یک میشه، اون صفر میشه یک، دو روزن رو کنه. یعنی هم این ترانزیشن انجام نمیشود مگر اینکه ما کاملا مطمئن شیم اون میتونه بگیره، این میتونه بفرسته. من هنوز دیتا رو، این دیتایی که تو خروجی فیفوه ننوشتم به واحد URTX. وقتی که نوشتم باید رید انیبل رو یک کنم. بچه یک نکته بسیار بسیار مهمی توی طراحی اینجا هست که شما باید در نظر بگیرید، دقیقا توی همین سوالی که پرسیدم. نکته مهم بچه ها، کد فیفو رو ما یه طوری نوشتیم که فرض کنید الان فیفو خالیه، خب با یه لبه بار رونده ای یه داده میاد تو فیفو. کد فیفو رو بچه ما طوری نوشتیم که اون داده بلافاصله میاد توی خروجی، یعنی لازم نیست شما رید انیبل رو یک کنید. رید انیبل کی یک میشه؟ مفهوم رید انیبل توی این فیفوی ما چیه؟ مفهوم رید انیبل اینه من این داده رو خوندم، داده بعدی رو بذار. خب مفهوم رید انیبل این نیست که بچه فیفوهایی که با کد HDL طراحی میشه دو مدل طراحی میشه، یکی اونایی که اولین داده ای که توی فیفو میخوای بخونی رو وقتی که میخوای بخونیش باید رید انیبل رو یک کنی، با لمه بالا رونده ای که رید انیبل یک باشه بعدش داده ظاهر میشه. خب اما این فیفوهایی که ما طراحی کردیم این شکلی نیست، این شکلیه که تو فیفوی ما همیشه اون داده‌ای که باید خونده بشه خودش رو خروجی هست و وقتی که شما رید انیبل رو یک میکنید داده بعدی میاد قرار میگیره روی خروجی.
خب بنابراین من از امپتی که در میام الان یه داده ولیدی روی خروجی فیفا هست، اون داده رو می‌نویسم به واحد URT. امیدوارم که این رو فهمیده باشید که دیزاینی که ما انجام دادیم برای فیفامون، کدی که برای فیفو نوشتیم چه شکلیه؟ این شکلیه که بچه ها همیشه من برای پورت ادرس بی رید پوینتر رو قرار دادم که رید پوینتر در واقع همیشه دارم از حافظه هم میخونم، همیشه دارم از حافظه فیفو میخونم. خب پس اگه شما داده ریختی توش، اون داده میاد توی خورجی فیفو قرار میگیره و شما اون داده رو میخونید برای دنیبل رو یک میکنم. خب پس بله چی؟ نه نه تو دوست در وقتم جلس آخره این لبه های بالا رونده ای که فیفای ما داره باش کار میکنه. فرض کنید که فیفا امپتیه، یعنی چیزی توش نیست، پس سیگنال امپتی برقرار. حالا فرض کنید بچه ها با این لبه با رونده اون یه رایت به فیفای ما انجام میشه، خب و در موقع امپتی میاد پایین. با این لبه با رونده یه رایت انجام شده، امپتی میاد پایین. خب خب حالا بیاییم خروجی دیتا آت فیفامون رو نگاه کنیم. دیتا آت فیفامون اینجا فیفا امتیه، عملا دیتا آت فیفامون چیز ولیدی نیست، یعنی چیزی که روشه به درد نخور. اینجا فیفا امتیه، با این لبه فیفا امتیه، هنوز دقیقا تو همین لبه رایت انجام میشه، این از امتی بودن در میره و تو خود این لبه، تو خود این لبه فیفا امپتیه، خروجیمون چیز به درد بخوری نیست. با این لبه دیگه فیفا امپتی نیست و خروجیمون در اون داده یکی اون یارو کار بره نوشته به فیفا، داده یکی که با این لبه اون کار بره نوشته به فیفا، داده یکی که با این لبه اون یوزر نوشته به فیفا. خب من رید انیبل یک نکردم. خب حالا شما میخوایی این داده رو بخونید، از فیفو باید میخوایی این داده رو بخونید، چی کار میکنید؟ با اون لبه بالا رونده ای که این داده رو برمیدارید باید در واقع رید انیبلت هم یک باشه. مثلا فرض کنید که من رید انیبلت اینجا یک میکنم، با این لبه بالا رونده این داده رو برمیدارم از رو خط و رید انیبلت هم یکه، دور امپتی یک میشه. رید انیبل مفهومش اینه، این داده رو برداشتم، داده بعدی رو بذار. خب که اتفاقی میفته اینکه فیفای ما فقط یه داده بهش نوشته شده بود، فیفامون خالی میشه و امپتی دوره یکی میشه. پس طراحی که ما برای فیفا انجام دادیم، طراحیه که توش وقتی طرف داده رو میذاره اون داده سیکل بعدی میاد بیرون. از فیفا دائم داریم میخونیم. خب ولی تا رید انیبل رو زیاد نکنی رید پوینتر زیاد نمیشه، یعنی ممکنه هی یه خونه رو دو پشت سر هم بخونی. بچه این یه مدل فیفاه، یه مدل طراحی دیگه اینه که این یوزر وقتی که در واقع یه نفر داده رو نوشت، تا فیفای شما رید انیبل شما رو ندیده اون داده رو نمیذاره بیرون. یعنی یه مدل طراحی دیگه اینه که این دیتا آف
بی خودیه 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 اینجا مقدار میگیره. وقتی که رید انیبل رو دید مقدار میگیره. فیفا تو وقتی که رید انیبل رو دید مقدار میذاره توی خروج. ولی تمام یه مانیتور نیست. اون شکل. چی؟ توی این دیزاین با این یعنی اجازه بدید که آره دویتا آتما یه کیو میگی؟ ها؟ دویتا آتما یه ترک اصلا نداره. چرا؟ خب پس با کلاکه نمید دویش روشه وقتی این توی سه میشه هم موقع دویتا آتما باید ولی باشه. نه ببین اون بلاک مموری هست که داده های فیفا توشه، اون با لبه کار میکنه. خب با این لبه با روند در اون خونه رو شما بهش مینویسیم. خب اون خونه بلاک مموری رو بهش مینویسیم، یعنی رایت انیبل فیفا دیه که به اون خونه مینویسیم. خب با این لبه با روانده از اون خونه این میخونه ولی هنوز چیزی توش نیست. با این لبه باراننده الان چیز توش هست و اون چیزی که توش هست میاد بیرون. بالاخره ببینید فیفو با این لبه داده خروجیش ولیده. من میتونم با این لبه دیگه داده فیفو رو بردارم. با هم اولیه با کدوم؟ با این؟ نه خوب نیست. یعنی ببین باید اون داده رو بذاره تو خروجی تا ما ورش داره. تا اون داده رو نذاشته تو خروجی به این مثلا یه کار هایی باش میشه کرد توی تو کد ویلاگت روش ایف بذاری و اینا، ولی کامبینیشن ها در هرچه هست که این توی رجیسترش کنی با این لبه. خب همه این ما طراحی در واقع استیت ماشینمون رو باید با توجه به این نکته انجام بدهیم. جلسه دیگه نداریم؟ سه شنبه بیان؟ سه شنبه هست؟ شما بیاد ما میاد. خب من یک شنبه میام اینا خلاصش میکنم. در مورد اینو میگم که حلاش چه شکلی باید هست. نه کویز هم خلاص شد. پس یه شنبه کلاس هست ولی کویز هست. اوکی خواست کویز هست. چی؟ باش کاری ندارم. برمیگردم بچه ها به دیزاین فیفو. خب این بلاک میموریمون الان باید در واقع مقدار این رایت انیبل رو تعیین کنیم و یه مقداری هم کد ویرلاگ برای این پوینتر رو بنویسیم. اجازه بدید که کد ویرلاگ رایت پوینتر رو بنویسیم. خب پس بیام بگم که always at pose edge block for حالا pose edge signal reset. اگر که reset برقرار بود که خب رایت پوینتر رو صفرش بود. Else. اگر سیگنال رایت انیبل برقرار بود. ببینید وقتی یه نفر میخواد به فیفوی ما بنویسه رایت انیبل رو باید یک کرده باشه، درسته؟ پس بنابراین اینجا توی شرط هم میگم اگر رایت انیبل برقرار بود و چی؟ دقیقا فول نبود. پس و فیفومون پر نبود. حالا من البته هنوز هیچ کدی برای فول ننوشتم ولی بعد که می نویسیم. خب پس فعلا بذارید ازش استفاده کنیم. اگر این دو تا شرط برقرار بود، یعنی اینکه یه رایت قراره که انجام بشه، پس رایت پوینتر رو یکی زیادش کن. خب حالا رید پوینتر هم دقیقا مدارش مثل همینه. اجازه بدید که به همین always اضافهش کنم. پس اینجا یه بگین میذارم
اینجا هم read pointer رو صفرش میکنم read pointer